خوشه های خشم، نوشته جان اشتینبک، مترجمان شاهرخ مسکوب عبدالرحیم احمدی، قسمت 73. آل به وسط جاده پیچید و راه بازگشت را در پیش گرفت. پدر گفت: مادر دلخور میشه، مخصوصاً که تام به این راحتی کارگیر آورد. آل گفت: شاید گیرش نیومده باشه، شاید مثل ما فقط رفته دنبال کار. من خیلی دلم میخواست توی گاراژ کارگیرم میومد، زود میرفتم سر کار، خیلی هم خوشم میومد. پدر قرشی کرد. به خاموشی راه اردوگاه را در پیش گرفتند. پس از عزیمت کمیته، مادر روی جعبه جلوی چادر جاد نشست و حیرت زده روزا شازن را نگاه کرد. گفت: خب حس میکنم یه جونی گرفتم، سالهاست که اینجوری نشدم، چقدر مهربونن این زنا. روزا شازن گفت: من میخوام تو شیرخوارگاه کار کنم. به هم گفتن همه کارایی رو که برای بچه ها باید کرد به هم نشون دادن. حالا همه چیزا رو میدونم. مادر متوجه اون نشد، سرش رو تکان داد و گفت: اگه مردا کارگیرشون بیاد چقدر خوب میشه، فکر کن کار کنن و یه خورده پول تو دست و بالمون بیفته. نگاهش آن دورها گم شد. اونا دنبال کار خودشون باشن و ما هم دنبال کار خودمون با این آدمای نازنین اینجا. اولین کاری که من میکنم تا یه خورده پس انداز کردیم، یه اجاق میخرم، یه اجاق کوچولوی قشنگ، خیلی گرون نیست، شاید بتونیم چند تا زیرانداز بخریم و از این چادرم برای غذا خوردن استفاده میکنیم و شبای یک شنبه میریم به رقص. مثل این که اگه بخوایم میتونیم چند نفر دیگرم دعوت کنیم، حیف که با کسی آشنا نیستیم، شاید دیگرون کسایی رو بشناسن و دعوتشون کنن. روزا شازن خیابان را نگاه می کرد و دهان گشود. این زنی که می گفت بچم می میره، مادر غر زد. دیگه نمی خواد از سر بگیری. روزا شازن با صدای خفه‌ای دنبال کرد. همین الان دیدمش. گمون کنم بیاد اینجا. آره اونهاش. مادر نذار که. مادر برگشت زنی را که رسیده بود نگاه کرد. زن گفت: سلام، اسم من سندریه، لیزبت سندری. امروز صبح من با دخترتون صحبت کردم. مادر گفت: سلام، پیش خدا رو سفید هستین؟ مادر جواب داد: ای روسیا هم نیستیم. بخشیده شدین؟ بله. مادر با چهره گرفته ای منتظر شد. لیزبت گفت: خب باشه، راستی راستی که خیلی خوشحالم. اینجا گناهکارا خیلی فراوونن، شما بد جای گیر کردین، همه جا رو فسق گرفته. آدمای بدکاره و بی آبرو که بنده های خوب خدا نمیتونن باهاشون سر کنن، همه جا پر از این آدم هاست، پر از گناهکاره. مادر لبهایش را فشرد و چهرش اندکی رنگ انداخت. با صدای برنده ای گفت: به نظر من آدمای اردوگاه همشون خوبن. خانم سندری چشمانش را گشود و گفت: خوبه؟ بقیده شما آدمایی که میرقصن و با دست تن همدیگر رو میگیرن خوبن؟ بهتون بگم، روح ابدی شما پیش از این که تو این اردوگاه لعنتی بیاین لعنت شده بود. دیشب من برای روزه رفتم وید پاچ، میدونین کیشیش چی گفت؟ گفتش گداها میخوان مثل داراها باشن. اون وقت عوض این که نماز بخونن و از خداوند طلب مغفرت کنن، میرقصن و ورجه ورجه میکنن. گفتش تمام مردم اینجا گناهکار و بدبختن. همینجور گفت. آره، مطمئن باشین گوش کردن این حرفا فایده داره، مخصوصا که ما میدونیم بخشیده شدیم، ماها نمی رقصیم. مادر ارغوانی بود. یواش یواش پا شد و جلوی خانم سندری ایستاد و گفت: زود بزن به چاک، برو گم شو،
اگه نه دست به گناهی میزنم و بهتون میگم کجا باید برین. بزن به چاک. بهت میگم برو جای دیگه مغفرت بطلب و بزن تو سر و مغزت. دهان خانم سندری باز شد، پس نشست و ناگهان حمله برگشت. من خیال میکردم شما مسیحی هستین. مادر گفت بله هستیم. نه نیستین، شما بنده گناهین و توی جهنم به قفستون میندازن همه تونو. و گذشته از اینها من به دفتر میگم، من از همینجا روح سیاه شماها رو میبینم که داره میسوزه. من میبینم اون روح کوچولوی بیگناهی که تو شکم دختر شماست، اونم داره میسوزه. ناله خراشنده‌ای از لبهای روز و شازن بیرون زد. مادر خم شد و چوب دستی برداشت. با لحن مصممی گفت بزن به چاک تا بیرونت ننداختم. من میشناسمت، تو و امثال تو رو خوب میشناسم. شماها هرگز خوشحال نمیشین مگر وقتی که کسی رو زجر بدین. زن چنگامی پس پسکی رفت. هراسناک مادر را نگریست و ناگهان سرش را به عقب انداخت و جیغ کشید. چشمانش دودو میزد و شانه هایش میلرزید. بازوانش به شلی آبیخته بود و رشته ای از آب دهان غلیظ و چسبناک از گوشه لبش فرو میریخت. یک ریز جیغ میکشید، جیغ‌های حیوانی ژرف و دراز. مردها و زنها از چادرهای دیگر بیرون دویدند و در برابر این منظره ترسان و خاموش خشکشان زد. آهسته آهسته زن روی زانوانش فروکش کرد و جیغ‌ها اندک اندک به مویه‌های متشنجی بدل شد که صدای غرغر مانندی آن را می‌برید. به پهلو افتاد و بازوان و پاهایش دچار رعشه شد. چشم‌ها زیر پلک‌های باز سفید رنگ بود. مردی آهسته گفت جنی شده، شیطون تو تنش رفته. مادر تکان نمی‌خورد. چشم‌هایش به سوی هیکلی که روی زمین به خود می‌پیچید خم شده بود. نیمرخ پرچین مدیر در صحنه ظاهر شد. انگار اتفاقاً از آنجا گذشته است. جمعیت پس رفت تا به او راه بدهد. زن را مشاهده کرده و گفت بیچاره، کسی اینجا هست که بخواد اینو به چادرش برسونه؟ مردم خاموش و پاکشان نزدیک شدند. دو مرد خم شدند و زن را برداشتند. یکی زیر بغلها را گرفت و دیگری پاها را. آنها زن را بردند و جمعیت آهسته به دنبال آنها تکان خورد. روز و شازن برگشت زیر چادر دراز کشید و سرش را زیر لحافی پوشاند. مدیر رویش را به مادر کرد و چشمانش به چوبی افتاد که وی در دست داشت. لبخندی لبریز از بیزاری روی لبهای مرد افتاد و پرسید شما کتکش زدین؟ مادر بی اختیار با چشم انبوهی را که دور می شد دنبال می کرد. سرش را آهسته تکان داد. نه، اما چیزی نمونده بود. امروز حالا دو دفعه دختر منو زجر داده. مدیر گفت مواظب باشین که دست بهش نزنین، ناخوشه، حواسش پریشونه. آهسته افزود دلم میخواست که میرفت، تمام خانوادشم باهاش میرفتن. این یه نفری بیشتر از همه دیگه اردوگاهو به هم میزنه. مادر بر خود مسلط شد. اگه برگرده ممکنه من کتکش بزنم. به خداوندی خدا دیگه نمیذارم دخترمو اذیت کنه. مرد گفت خانم جاد فکرشو از سرتون در کنی، دیگه شما نمیبینینش، همیشه دنبال تازه واردا میگرده، دیگه بر نمیگرده، شما رو گناهکار میدونه. مادر گفت گناهکار که هستم، البته همه ما گناهکاریم، اما نه اونجوری که اون میفهمه. خانم جان اون عقلش گرده. مادر سپاسگزارانه او را نگریست و داد زد روزا شازن میشنوی؟ عقلش گرده، حواسش پرته. ولی دخترش سر بلند نکرد. مادر گفت از حالا بهتون میگم، اگه اون برگرده دیگه من مسئول نیستم، میزنمش. مرد با خنده زورکی گفت میدونم چی میگین، اما ازتون خواهش میکنم سعی کنین این کار نشه، همین، فقط سعی کنین. مدیر آهسته در جهت چادری که خانم سندری را برده بودند دور شد. مادر به زیر چادر لغزید و در کنار روز و شازن نشست. گفت
سرتو بلند کن. زن جوان تکان نخورد. مادر با مهربانی لحاف را از روی سر دخترش برداشت و گفت این زن یه خورده مخش عیب داشت. بی خود حرفای احمقانش رو باور نکن. روزا شازن وحشت زده پچ پچ کرد. وقتی که از سوختن حرف می زد من حس کردم دارم می سوزم. مادر گفت ممکن نیست. زن جوان زیر لبی گفت من بیچاره شدم. من از این پیش آمده خسته شدم. دلم می خواد بخوابم. دلم می خواد واقعا بخوابم. خب بخواب. اینجا خوب جاییه. می تونی بخوابی. اما ممکنه اون برگرده. مادر گفت خاطر جمع باشه. من همین کنار میشینم و نمیذارم پاشو این بر بذاره. حالا تو استراحت کن. چون به زودی باید بری شیرخوارگاه سر کار. مادر به زحمت پاشد و رفت دم چادر بنشیند. روی جعبه ای قرار گرفت. آرنج ها روی زانوان و چانه درون گودی دست ها. جنب و جوش اردوگاه را میدید. هیاهو را، فریاد بچه ها را، ضربات چکش را بر روی چلیکی آهن میشنید. ولی نگاه ماتش در دور دست ها گم شده بود. پدر که پیاده از خیابان می آمد او را دید و کنارش چنبات می زد. مادر به آرامی سرش را به طرف او برگردانده و پرسید کار پیدا کردین؟ پدر با شرمساری تمام پاسخ داد نه خیلی گشتیم. آل و جان کجان؟ کامیون کو؟ آل داره یه چیزی رو تعمیر می کنه. کارش آچار می خواد. یارو گفته آچار میخواد اما باید همونجا تعمیر شه. مادر با صدایی که زیر بار اندوه سنگین شده بود گفت اینجا راحتیم. میتونیم چند وقتی اینجا زندگی آسوده‌ای داشته باشیم. آره به شرطی که کارگیرمون بیاد. پدر از اندوه مادر آگاه بود. او را با دقت نگاه کرد. چرا پکری؟ اگه اینجا اینقدر خوبه پس دیگه چته؟ مادر یک ثانیه او را نگاه کرد و آنگاه چشمهایش را هم گذاشت. مسحکه نه؟ اون وقتی که خودمونو این بر و اون بر می کشیدیم و روی جاده تلو تلو می خوردیم، اون وقتی که ما رو از یه گوشه به یه گوشه دیگه هول می دادن، ما تو فکر هیچ چیز نبودیم. و بعدش حالا که آدمای اینجا اینقدر به من مهربون هستن، اینقدر مهمون نواز هستن، اون وقت اولین چیزی که به یادش افتادم نمیدونی چی بود. تمام بدبختیامون یادم اومد. اون شبی که پدر بزرگ و خاکش کردیم. به فکر هیچ چیز نبودیم غیر از این که پیش بریم. و انقدر تکون خورده بودیم و این ور اون ور افتاده بودیم که دیگه اونو کمتر حس می کردیم. اما حالا که رسیدم اینجا عوض این که فراموشش کنم بیشتر به یادش افتادم. و مادر بزرگ و نوا که همین جوری رفت، همین جور کنار رودخونه را افتاد. همه این چیزا همه در هم بر هم گذشت. ولی حالا یه هم همه و وهمی به یادم اومد. مادر بزرگ مثل گداها خاک شد. حالا آدم سختش میشه، خیلی سختش میشه. و نوا که تک و تنها کنار رودخونه رو گرفت و رفت. میدونی اونجا چی گیرش میاد؟ هیچی نمیدونست. ما هم همینجور. بعدها هم هرگز نمیفهمیم که زنده است یا مرده. هرگز. و کنی که یواشکی در رفت. من هرگز فکرشم نکردم. ولی حالا همشون یهو یادم اومدن. و با این همه باید خوشبخت باشم. ببین اینجا چه خوبه؟ هنگامی که مادر حرف می زد پدر دهان وی را می نگریست. چشمان مادر بسته بود. خوب یادمه که این کوها چجوری بود. مثل دندونای پیر نکتیز بود. درست روبروی رودخونهی که نوا کنارش را افتاد. و ساقه های گندم زمینی که پدر بزرگ و زیر خاک کردی می بینم. انگار همین الان اونجا. و کندم اونو. توی خونه خودمونو می بینم. با کاردی که بهش بسته بودیم. شکافته و قد قد شده بود و از خون جوجه سیاه سیاه بود. صدای پدر آهنگ صدای مادر را گرفت و گفت امروز من غازای وحشی رو دیدم. یک راست به طرف جنوب می رفتن. خیلی بالا بودن. انگار خیلی از سرما می ترسن و
و دیدم سارها روی سیمها نشسته بودن و کفترها هم روی پرچینا. مادر چشمها رو گشود و نگاه کرد. پدر ادامه داد. یک گردباد کوچولو هم به چشم خورد. انگار یه کسی داره مثل فرفره میچرخه وسط مزرعه ها. و قازها رو بگو که یک راز به طرف جنوب میپریدند.